سلام بارها تو گفتگوهای مختلف به عبارتهایی مثل که تجزیه طلب، پانکورد تجزیه طلب، پان عرب تجزیه طلب و عبارتهایی از این دست برخوردیم ولی یا تا حالا شنیدید کسی بگه پان فارس تجزیه طلب؟ چرا هیچ فارس زبانی استقلال طلب، جدایی طلب و یا به قول مرکزگره ها تجزیه طلب نیست؟ اکثر آدما به طور طبیعی به وطن، ملت، زبان، تاریخ، تمدن، ادبیات، موسیقی و دیگر داشته‌های خودشون عشق می‌ورزن و خواهان حفظ و حراست از اونا هستند. اما چرا بخش‌هایی از جامعه ایران که عمدتا در نواحی مرزی کشور قرار دارن و فارس نیستن به ایران به زبان فارسی و به تاریخ و تمدن ایران عشق نمیورزن و دنبال جدایی از ایرانن ادعی میگن علتش وجود مشکلات و نابسامانی های اقتصادیه اگر علت مشکلات اقتصادیه پس چرا با وجود اینکه فارس زبان ها هم درگیر مشکلات اقتصادین نمیگن ما میخوایم کشوری مستقل در کبیر مرکزی ایران شامل یزد و کرمان و سمنان و اصفهان و خراسان داشته باشیم چرا برخی از بلوچ ها عربا کردها و ترکا میخوان از پیکر ایران جدا بشن اما هیچ فارس زبانی خواهان جدایی از ایران نیست اگر دقت کنید اکثر عاشقای ایران فارس زبانن اینکه عاشقای ایران اکثرا فارس زبانن خودش سرنخ بزرگیه سرنخی یه ستم بزرگ تو تاریخ این کشور ستمی به اسم تبعیض انکار و تحقیر به نظرم کسانی که مشکلات اقتصادی رو عامل گریز از مرکز در بین گروه های اتنیکی غیر فارس میدونن دارن آدرس اشتباه میدن عامل اصلی رو باید تو تبعیض فرهنگی زبانی و هویتی پیدا کرد فارس زبان ها امتیازات فرهنگی و زبانی غالبی دارن و ایران کشور خوبی برای است. و تو ناخودآگاه اونا این نقش بسته که صاحبان اصلی این سرزمینن و به همین دلیل با وجود مشکلات اقتصادی هنوز کشور رو دوست دارند. اما این حس تملک چیزیه که نزد غیر فارس زبان ها کم شده یا در حال کم شدنه تمایل به جدایی از ایران که در بین کوردها، عرب عربها و بلوچا طرفتارایی داره ناشی از کاهش احساس تعلق به ایران و تقویت احساس شهروند درجه و بودنه ناشی از اینکه که به عنوان یک ترک، کرد، عرب یا بلوچ از بدیهی ترین حقوق شهروندی خودشون محرومند. به این دلیل که زبان و فرهنگ و تاریخ اونها در حالی تو ایران مورد تأخیر یا انکار قرار گرفته که زبان و فرهنگ و تاریخ فارس زبان به شدت تکریم و به همه تحمیل شده البته توزیع نادلانه و نامتوازن منابع کشور بین نواهی فارس نشین و غیر فارس نشین هم از دلایل عمده کاهش حس تعلق به ایرانه عامل اصلی مشکلات اقتصادی نیست تبعیض و نابرابری موتور مولد انگیزه جدایی از ایرانه گروه های غیر فارس یک قرنه که طعم تلخ تبعیض زبانی فرهنگی و تاریخی و چشیدن و بخشهایی از اونها به این نتیجه رسیدن که چشمانداز و امید بخشی برای برخورداری از حقوق زبانی فرهنگی و تاریخی برابر با ساکنین فارس زبان ایران وجود نداره و امیدی به توضیح متوازن منابع و سرمایه های کشور ندارند. اونها احساس نابرابری می این حس نتیجه یک ست سال تحمیل زبان و فرهنگ فارسیه. نتیجه یک ست سال تحقیر و توهین و انکار زبان و فرهنگ و تاریخ و هویت مردم غیر زبانه. نتیجه آموزه که فارس زبان ها رو ساکنین و صاحبان ازلیه این سرزمین می و دیگران رو مهاجر و میهمان همین که اکثر عاشقای ایران عمدتا فارس زبان هستند نبلوش و عرب و کرد و ترک و ترک من شاهد این استدلاله یک ست سال توهین تحقیر و تبعیض به بخشای از جامعه غیر فارس آموخته که اونها از منظر بخش بزرگی از جامعه فارس زبان عملا جدای از ایران هستند و یا حداقل شهروندانی برابر با فارس زبان ها نیستند اونها دریافتن که جدا از ایرانی هستند که فرهنگ، تاریخ، زبان و آداب و رسومش همه بر محور فارسگراییه اونها نمیخوان ایران رو ترک کنن اونها نمیخوان از ایرانی بودن استعفا بدن اونا میخوان از ایران جدا بشن و این چیزیه که فارس زبان ها نمیتونن درکش کنند فارس ها نمیتونن خودشون رو جدای از ایران تصور کنند فارس زبان ها خودشون رو معادل ایران میدونن وقتی خودت رو معادل ایران میدونی چطوری میتونی از خودت جدا بشی اگر تعریف ایرانیت معادل فارس و فارسگرایی نبود و ایرانیت همه گروه های اتنیکی رو در بر می گرفت آیا امروز شاهد تمایلات جدایی طلبانه بین گروه های غیر فارس بودیم اگر فرهنگ و تاریخ همه گروه های اتنیکی دارای جایگاه برابری بودن چی اگر زبان های مادری گروه های غیر فارس در مدارس تدریس می شد چی؟ اگر منابع کشور به جای انتقال به مناطق فارس نشین بین همه مناطق تقسیم می شد چی؟ اگر عدالت و انصاف جایگزین تبعیض و نابرابری شده بود چی؟ جان رالز در نظریه عدالت میگه جامعه باید به نحوی ساختار بندی بشه که بیشترین میزان ممکن از عدالت به اعضای جامعه داده بشه. آیا جامعه ما به نحوی ساختار بندی شده که بیشترین میزان ممکن از عدالت به اعضای جامعه داده بشه جان استیسی آدامز در نظریه تئوری انتظار و عدالت میگه مردم میخوان منصفانه با اونها رفتار بشه فرض کلی نظریه اینه که فرد ارزش نسبی بین ستاده و داده خودشو با ارزش نسبی بین ستاده و داده شخص یا اشخاصی که از نظرش قابل مقایسه هستند محاسبه میکنه و این نسبت ها رو با هم مقایسه میکنه احساس برابری در صورتی وجود داره که نسبت ستاده به داده شخص با نسبت ستاده به داده شخص یا اشخاص دیگه برابر باشه آیا با مردم غیر زبان منصفانه رفتار شده؟ آیا غیر ها از حقوق زبانی و فرهنگی برابر با فارس ها برخوردارن؟ آیا زبان و فرهنگ و تاریخ اونها نیست همچون زبان و فرهنگ تاریخ فارسی تکریم شده؟ آیا همچون فارس ها از حق آموزش به زبان مادری بهرمند هستند؟ آیا زبان اونها همچون زبان فارسی در سیستم اداری کشور رسمیت داره؟ هیچ فارس زبانی خواهان جدایی از ایران نیست هیچ فارسی جدایی طلب نیست چون خودشو معادل ایران میدونه و جدایی از خودش بیمعنیه اما اندیشه جدای طلبی بین غیر فارس ها در حال گسترشه چون خودشونو برابر با ایران نمی بینن. چون جایگاهی برای اونها در تعریف ایرانیت وجود نداره چون خودشون رو برابر با فارس ها نمی بینن. چون شاهد تبعیض هستن و امیدی هم به رفع تبعیض ندارن